برفکش در دایکندی جان چندین تن را گرفت. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتون بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. منابع محلی در ولایت دایکندی میگویند که بر اثر سرازیر شدن برفکش در این ولایت دو تن زن جان باختند. سکینه احسانی سخنگوی والی دایکندی در گفتگو با خبرگزاری افاق گفت که این رویداد پیش از ظهر امروز شنبه 22 دلو در ولسوالی میانمور رخ داده است. به گفته او بر اثر وقوع برفکش در روستای ورسیل ربات این ولسوالی 7 نفر زیر برف شدند که 5 نفر از افراد نجات یافتند، اما 2 زن در این رویداد جانشان را از دست دادند. سخنگوی والی دایکندی افزود که وقوع این برفکش خسارات مالی در پی نداشته است و تیم کمک رسان ادارات حوادث نیز به ساحه اعزام شده است. دایکندی از ولایت‌های سرد در مرکز کشور است که پیش از این هم برفکش جان ساکنان آن را گرفته است. تدابیر اضطراری حکومت افغانستان برای ولایات زیر تهدید سیلاب‌ها. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که تدابیر اضطراری برای ولایت‌ها گرفته شده که از هشدار سرازیر شدن سیلاب در آنها خبر دادند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی شام دیروز دوشنبه 21 دل و به رادیو آزادی گفت که در گام نخست از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های هرات، غور، هرات، اروزگان، کندهار، زابل هشدار داده شده است. وی گفت آمادگی های لازم به این ولایت ها گرفته شده. پول نقد به کمیته های حالت اضطرار این ولایت ها انتقال داده شده و مواد غذایی و غیر غذایی عملا در گدام های این ولایت ها وجود دارند. آقای عظیمی علاوه بر این ولایت ها به مناطق آسیب دیده در شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرق اشاره کرد که زمان سیلاب ها در آنجا فرا رسیده و سطح خسارات آن هم تخمین شده است. او افزود آنها برنامه برای آمادگی در این منطقه و ولایت های هم ترتیب کردند که تا آخر این هفته تکمیل می شود. با گرم شدن هوا در افغانستان برفباری و باران های شدید باعث سرازیر شدن سیلاب ها می شود که اکثر خسارات مالی و جانی به مردم می رساند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.